آقای همایون، به نظر شما حق انصاف رعایت شده اگه من بگم که شما بسیار طولانی رو در مسیر فکری و عقیدتیتون طی کردید تا امروز، از گرایش به حزب شبه فاشیستی در نوجوانیتون گرفته تا لیبرال دموکرات الان؟ درست است. این سیر فکری همزمان است با سیر زندگی من. به هر حال ما در یک دوران به کلی متفاوتی به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم و در شرایطی به نوجوانی رسیدیم که جز گرایش های افراطی راهی نبود. همه دنبال گرایش های افراطی بودند، از مسلمانان تا چپگرایان تا ما راستگرایان. ولی سودمندی زندگی و تجربه همین است که انسان تصحیح میکند خودش رو و آدم دیگری میشود. و من خیلی خوشحالم که این فرایند همچنان ادامه داشته در من و هنوز اون آدمی که میخوام البته نشدم. علت گرایش شما به اون حزب سومکا چی بود در موقع؟ اون موقع مصادف بود با اشغال ایران از طرف نیروهای انگلیس و روس و من چون با تاریخ خیلی آشنا بودم اصلا کودکی، و اون حمله متفقین به ایران خاطره 150 سال تحقیر ملی رو در من بیدار کرد و همه اون 150 ساله پوشیده بود از بخشت همکاری ها و سازشکاری های خود ایرانیان با این قدرت ها. و بعد از شهریور 320 من دوباره همون صحنه ها رو دیدم، باز همون مزدوری و خدمت به خارجی و آماده بودن برای از بین بردن کشور که 150 سال سابقه داشت در ایران. و در نتیجه واکنشی که ما طبعا می توانستیم داشته باشیم شدیدترین خشونت بود در برابر این افراد. هیچ وجه مشترکی با اونا احساس نمی کردیم. خب حتی کودکی هم بود، من اون وقت 13-14 سال 15 سال 19 سال بود، ولی عمدش همین بود. عمده اون ضربه روحی بود که اشغال ایران در اون شرایط که ما خیال می کردیم یک کشور آباد پیشرفته روبه بزرگی هستیم و چنان ضربه تحقیرآمیزی و بعد اون صحنه های همکاری چپ و راست. ولی بعدها آقای همایون، شما به عنوان یک روشنفکر بسیار با تیزهوش، خیلی همردیف شما در اون زمان ها به طور طبیعی گرایش های چپ داشتن، گرایش های لااقل دموکراتیک داشتن، ولی شما بعدها هم گرایشتون به سمت در واقع هم رزم بودن یا در کنار نظام دیکتاتوری بودن حفظ کردید. چپگرایان و دموکراتیک رو من جدا میکنم. من در اون زمان تا این اواخر سالها پس از انقلاب اسلامی نشانی از دموکراتیک در هیچ گرایش سیاسی ایران ندیدم. صحبتش بوده است، خیلی روزنامه‌نگاران بیرون هم به گروهی لیبرال حتی خطاب کردن. اصلا امکان ندارد که ما واژه ها رو درست به کار ببریم و اطلاق بکنیم بر این گروه. چپگرایان بودند، ولی چپگرایان به سرعت با شوروی یکی شناخته شدن و در خدمت اونها قرار گرفتن. سال 24-45 کامیون های ارتش سرخ از تظاهرکنندگان حزب توده که خواستار واگذاری امتیاز نفت به شوروی بودن حمایت میکردن. در اون شرایط طبیعی است که کسانی مثلا نمیتوانستند به چپ گرایشی پیدا کنند. اما پس از اون دوره یاغیگری و بیارامی و شورش سالهای نوجوانی و اوایل جوانی، من چون زندگیم رو با خواندن تاریخ آغاز کردم از 8 سالگی، من سیر جامعه های پیشرفته دنیا رو به ویژه در اروپا که تاریخش رو خوب آشنا شده بودم موقع دنبال کردم و دیدم که صرف نظر از گرایش های سیاسی، یک جامعه نیاز دارد به اینکه یه زیرساخت هایی داشته باشد، یک ثروت معنوی و مادی تولید کرده باشد، روی هم انباشته باشد تا به جای بتواند. و این میسر نبود جز در یک نظامی که ایران رو داشت اداره میکرد و دست کم ادعای مترقی بودن و پیشرفته بودن داشت و یه کارهایی هم انصافا میکرد. بعد متوجه
تفاوتی که دوران پس از رضا شاه و پیش از رضا شاه، یعنی دوران رضا شاه و پس از و پیش از رضا شاه بود شدم و به نظرم رسید که رضا شاه در اون موقع بهترین پاسخ مسئله ایران بوده است. و وقتی از 1340 39 در واقع که من مخالفت با رژیم رو گذاشتم کنار، یعنی با حکومت رو، با رژیم پادشاهی من شما موافق بودم، با حکومت و سیاست رو گذاشتم کنار و سعی کردم از درون کار بکنم. خب حقیقتا یه 10 سالی در 12 سال ایران تکان بزرگی خورد. این است که من با اینکه امکان ورود در دولت برام از همون دهه 40 بود، اوایل دهه 40، ولی در حاشیه سعی کردم که از نظر فرهنگی به این فرایند پیشرفت و توسعه کمک کنم از راه انتشار کتاب‌ها و روزنامه. خب ولی در همون زمان اون نظر من، شما فکر می‌کنید چه به اصطلاح اثری داشتین توی اون زمان‌ها در جهت سوق دادن ایران به طرف یک نوع جامعه دموکراتیک از طریق فعالیت‌های فرهنگی شما می‌فرمایید؟ دموکراسی فقط در جامعه‌ای به وجود می‌آید، پا بر جا می‌شود که اون اسباب رو قبلا فراهم کرد، یعنی اون فرهنگ سیاسی لازم و اون ساختارهای آموزشی و اقتصادی رو. ما در اون زمان تازه داشتیم این ساختارها رو به وجود می آوردیم در یه جامعه هنوز بی سواد که من که به کتابخانه اون زمان بودم می دیدم چه فقری در زمینه مثلا انتشار کتاب هست و چه روزنامه های بزرگترین روزنامه های اون زمان ایران برای من اصلا غیر قابل خواندن بودند، چون انگلیسی میدانستم از روزنامه های فرنگی میخواندم. خب از طریق اصلاح در این زمینه تا اونجایی که توانستم مسلما کمک هایی کردم و اثر داشتم. به هر حال روزنامه نگاری ایران بعد از آیندگان چیز دیگری شد. کتاب های جیبی یه تحول اساسی بود در انتشار کتاب، برای اینکه بهترین کتاب‌ها با چاپ نفیس بودا، قیمت ارزان و سطح وسیع، و اینا کارهایی بود که به نظر من جنبه ساختاری داشت. خب حالا اگر قبول بکنیم این حرف شما و بسیار شواهدی هم باشه برای این صحبتاتون، از دهه 40 به بعد، اواخر دهه 40 تا 50 اینها، اون موقع ها شما خودتون یک در مقالاتی که نوشتین گفتین که قطعا جامعه ایران در اون مقطع دیگه آماده بود برای قبول یک دو دموکراسی اینها، ولی در اون مقطع هم شما برعکس به عنوان یک روزنامه‌نگار بسیار موفق کاملا حرفه‌ای تبدیل شدید به یک وزیری که کارش این بود که سانسور بکنه. من در 1965 اوایل 65 در یه سمیناری در هاروارد یه رساله خوندم، توسعه سیاسی ایران، و در اون رساله بعد از تشریح وضع ایران اونطور که به نظرم رسیده بود پیشنهاد کردم، یعنی این راه به نظرم آمد که ما باید یک جنگ چریکی سیاسی بکنیم، یعنی از درون رژیم درست کنیم رژیم رو، برای اینکه یه رژیم بود سر کار دستش نمیشد زد مگر با شیوه های خشونت آمیز و انقلابی که من دیده بودم نمونه هاش رو، به هیچ چشم موافق نبودم، نه با جایگزین مذهبی موافق بودم نه جایگزین چپ، چیز دیگری هم نبود. خب این جنگ چریکی سیاسی چه معنی می داشت؟ این که من بعد از اینکه کارم رو انجام دادم در زمینه فرهنگی که به نظرم دیگه انجام دادم، روزنامه آیندگان سر جاش ایستاده بود و کتابای جیبی هم در می اومد توسط یک مؤسسه انتشارات دیگر با همون خوبی و شاید هم بهتر، و کارهای دیگه‌ای که در اون زمان هم سندیکا و اینا هم که درست کرده بودیم همه دیگه بود. در اون زمان من دیگه آماده بودم که وارد سیستم بشم و از درون کار بکنم، برای اینکه با نوشتن و بحث و سخنرانی اینا چیزی حل نمی‌شد. دانش تصمیم گرفتم که وارد میدان بشم و از 1354 یعنی 75 وارد کار سیاسی شدم و به سرعت در اون دو ساله دیگه تا اونجایی که میشد رفتم. خب ولی جواب سوال من نزدیک. آها، اما جواب شما. این سوال من این بود که شما تبدیل شدین به یک سانسور شامل. باز میرسیم به اینکه تعبیر ما از سانسور و دموکراسی چیه و گفتار آزاد چیه. اگر کلیشه به کار ببریم و کلیشه‌ای فکر کنیم، بله سانسور بد است، آزادی گفتار خوب است، روزنامه باید آزاد بشه،
کدوم روزنامه باید آزاد باشه، کدام روزنامه نگار باید آزاد باشد که بتوان سانسور رو برداشت، و در چه جامعه، در یک نظام سیاسی که دستگاه دادگستریش کار بکند. دستگاه دادگستری ما کار نمیکرد، هر جا زور بود، نفوذ بود، می ایستاد. من عضو هیئت منصفه مطبوعات بودم، به این معنا که اگر شکایتی کسی از روزنامه میکرد ما به عنوان جوری میرفتیم. بارها منو دعوت کردن که فلان روز فلان جلسه، هیچ وقت تشکیل نشد، میترسیدن سراغ روزنامه ها نمیرفتن. میخواستم یه خانه برای خودم اجاره کنم، بعد از اینکه مادر مرد خانه رو فروختم اونجا زندگی کنم، کسی من خانه اجاره نمیداد چون روزنامه نویس بودم. بالاخره از راه دوستی و در اون شرایط مسلم از وقتی شما یک طرف آزادی مطبوعاتتون کریم پور شیرازی است، یک طرف دیگرش محمد محرم علی خان میشود، باید معادله رو در نظر گرفت. دو سر معادله همیشه توی جامعه میخوانه با هم. این نکته ایست که ما در فرهنگ سیاسیمون نمیشناسیم، نمیدانیم که یک معادله دو سر داره. شما در واقع آقای حبابی میگین که شما وارد سیستم شدین، وارد نظام حکومتی شدین که بتونین این تکلیف، این معامله رو روشن بکنین یا معادله رو روشن بکنین. معادله رو چه جور؟ همون چه کار کردم؟ کارهایی که میخواستم بکنم و شروع هم کرده بودم، اول از همه گفتم ما سانسور نمیکنیم روزنامه رو، همون فردای روز که سانسور برداشتیم. ولی وقتی سانسور بردارید در نظامی که نمیشود حرف زد، باید تکلیف روزنامه‌نگار معلوم بشه، ولی روزنامه‌نگار دائما باید تلفن کنه آقا اینو بزنم اینو بزنم، یا چاپ کنه فردا. از معمولا هم شاه بود، اول از همه خود شاه ناراحت میشد، بعد میاد پایین. خب وقتی این سانسور رو داشتیم، بعد یه دستور عمل نوشتیم بر روزنامه که این مطالب رو بپرسید و چاپ کنید، این مطالب هم آزاد بشه. مطالبی آزاد مربوط به حکومت، دستگاه دولت، کابینه، وزارتخونه، هر چی بخواید بنویسید، جوابشون رو با چاپ کنید. تو نمی‌کردن، اونم حاضر نبودن. ولی آن چیزی رو نظر شاه بود، نه باید بپرسید. معلومه که باید سانسور کرد اون مزدسال، مگه شاه میگذاشت که شما یه روز بله دو روز میشد بعد هم همه چیز به هم میاد؟ برمیگردیم به صحبت که خودتون کردین در مقالات متعددتون که جامعه آماده بود از چهل بله من 39 آماده بود برای یک نوع دموکراسی. چه کسی رو یا کسانی رو شما مسبب این میدونین که نذاشتن جامعه متحول بشه در اون مقطع؟ خیلی ها میدونین هر دو طرف طیف سیاسی بله. هر دو طرف طیف، از شاه اون طرف، چون شاه بعد از 1339 حقیقتاً میخواست باز کنه و جبهه ملی رو دعوت کرد و خلیل ملکی رفت و داستانش مشهور است. به بنبست رسیده بود، هنوزم چیزی در چنته نداشت به عنوان دستاورد بزرگ و آماده بود. خب جبهه ملی زیر بار نرفت، چپ هم که تکلیفشون روشن بود سوده اون از اون ده. شاه هم بعد از اینکه اون برنامه اصلاحات اجتماعی که حقیقتاً برنامه درخشانی است بود، او رو اجرا کرد، دوچار یک غروری شد و دوچار یک خوشبینی فوق‌العاده که من نیازی ندارم به نیروهای دیگر، من دارم کارم میکنم، مردم هم که طرفدار، مردم هم واقعا طرفدار شد. در اینجا موضوع اصلا از بین رفت، منتفی شد. و بعد واکنش نیروهای مخالف در برابر اون برنامه اصلاحی اصلا شرم‌آور بود. مگر میشود که انسان با برنامه اصلاحات ارضی مخالفت کنه چون مثلا شاه کرده؟ خب هر کی کرده باشه. همه اروپا بر اصلاحات ارضی رو شاهان کردن، در همه اروپا شاهان مستبد، این طبیعی. ولی میگم ولی با وجود مخالفت ها، میدونی که این مخالفت ها همون زمان سرکوب شد و امکانات نظام شاهنشاهی محدود نشد برای اصلا. اصلا وقتی با برنامه اصلاحات ارضی، حق رأی زنان، سهم کردن کارگران مخالفت میشه، معلومه اصلا دیگه از اون طرف میفته. یعنی شاه نه تنها تحقیر کرد مخالفانش رو، اصلا کینه پیدا کرد که شما چی میگین، اصلا اصلا شما با کی هستین. نه وقتی شما همه چیز رو بخواید، هیچ چیز گاهی گیرتون نمیاد. مخالفان همه چیز میخواستن. ولی ببین، انقلاب 1357 در ایران، قبول دارید که یکی از مردمی ترین انقلاب از نظر شرکت بزرگ مردم در ایران؟ فکر نمی‌کنی این در واقع به هر زبون و به هر شکلی داشت این رو میگفت که برخلاف اون چیزی که شما میگین که طرفدار داشت شاه
نداشت در واقع. آخه شما زمان رو قاطی میکنید، شما از 1340 39 میپرید 57، ربطی نداره به هم. در 17 سال هزار اتفاق میفته. ولی انقلاب که خلق و سائه نیست. خلق و سائه نیست، ولی 17 سال هم مدت بسیار طولانی است. انقلاب 17 سال طول نمیکشه. زمینه داره، یعنی زمینه از سالهای متوالی. انقلاب 17 سال زمینه نمیخواد. انقلاب اسلامی 6 ماه در واقع طول داد. زمان عمر انقلاب اسلامی 6 ماه بود، یعنی پیش از اون هیچ نشانی از انقلاب اسلامی نبود و اون شعارها نبود و در اون 6 ماه هم هیچ مقاومتی از طرف رژیم نبود، ولی جلوش گرفته بودن. نه، آنچه که انقلاب رو باعث شد خیلی عوامل است، ولی عامل اصلی رو کسی متذکرش نمیشه. عامل اصلی تسلیم شاه بود. شاه در 1981 که من رسیدم به پاریس، همون وقتی مصاحبه کرد با واشنگتن پست که من در هرالد تریبیون اونجا خوندم، گفت سیاست من در برابر انقلاب صرفا تسلیم بود. این بود که انقلاب اگر این یعنی باش سرکوب میکرد به نظر شما؟ نه، من سرکوب احتیاج نه، تسلیم کار دیگه نمیتونست. چرا کار؟ میلیون ها نفر به خیابون میزن. هزار جنبش انقلابی در دنیا هر روز میشه، هر روز یه جنبش. آخه جنبش انقلابی ایران چه بود؟ تظاهرات مثلا قم بود. این که نمید انقلاب بشه که با یه تظاهرات مثلا 200 نفر طلبه که انقلاب نمیشه که. نه، سرکوب دید. سرکوب باز از اون لغت هاش که تا بگید که همه وحشت. نه، شما یه دیر میگیرید، حالا اسمش هر چی هست، یه دیر رو میگیرید، یه دیر هم اجازه میدید فعالیت کنن. ولی شما اگر اونایی رو که باید اجازه داد فعالیت کنن بگیرید، اونایی که باید بگیرید ول کنید، خب همین میشه دیگه. مطمئن باشید که تا ماه آذر و دی جلوی انقلاب رو میشد گرفت، بی خون ریزی زیاد. البته عده ای کشته میشدن، چون 2000 نفر همون 6 ماه کشته شدن با همه تسلیم. اینجور هم نیست که تسلیم جلو خون ریزی رو گرفت. ولی خب از طرف دیگه میشه اینطور گفت که برای مدت طولانی همه احزاب رو بسته بودن، فضای سیاسی در مملکت کاملا بسته بود. بله بله. و فضای اختناق وجود داشت. درست. و در این شرایط مردم بهترین راهی که میتونستن که بریزن به خیابون و انقلاب بکنن، انقلاب مردم بود قبل از هر چیز دیگه. وقت شما نمیتون، یعنی در واقع راجع به انقلاب مردمش بس مردم. نه 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 نه، ما در باره انقلاب مردم بحث نداریم، قبوله. ولی این مردم روز اول که نرختن تو خیابون، این مردم به تدریج گروه گروه و لایه لایه اجتماعی پیوستن به انقلاب. 6 ماه طول کشید، یعنی هر چه شاه کوتاه آمد عده بیشتری ریختن تو خیابون. شما اگه روز اول جلوی جریانی رو بگیرید، مثل شعر سعدی که با بیل میشه سرش گرفت، بعد دیگر با پیل هم نمیشه گذاشت، اصلا نیاز به خون ریزی نه. میگم 2000-3000 نفر کشته شدن. خیال نکنید که اون سیاست تسلیم و غیر سرکوبی و اینا بی هزینه بود، نه، بیشتر کشته شدن. شما روزای اول باید در میگرفتید جلو، بقیه هم حساب کارش رو میکردن، چون هیبت شاه و قدرت شاه یه چیز دیگری بود اون موقع. فقط کافی بود نشان بده که وایستاده و نمیگذاره، تموم شد. 1342 همون خمینی با همون شدت و حدت ریختن تو خیابون، نه فقط در تهران، 5-6 شهر ایران ریختن تو. مخالفان هم همه آماده بودن برن پشتش رو گرن. 3 روزه تمام کردن کار. خب انقلاب نشد. پس میشه جلوی این چیزا رو گرفت. خب به هر حال، حالا این نظر شماست، خیلی هم با شما مخالفن تو این زمینه. حالا اینو از این بگذاریم. بله، از این بگذاریم، بریم سر مسئله که شما در واقع الان شما حزب مشروطه ایران درست کردید و من مرامنامه و اساسنامه شما رو خوندم، بسیار خیلی قشنگه، خیلی به اصطلاح افکار و عقایدی که درش مطرح کردین و آینده‌ای که برای ایران درسی می‌کنین، همونطور که خودتون هم گفتین، خیلی مدل حکومت‌های دموکراتیک و لیبرال اروپاییه. ولی به نظر میرسه این یک اشکال داره، این وسط اشکال اساسی و بنیانی داره، و اون اینه که شما به نظام شاهنشاهی معتقدید و این با مجموعه اون چیزایی که شما میگین به نظر بغایر میاد. ما با نظام شاهنشاهی هیچ موافقت نداریم. شاهنشاهی معنی داره در ایران؟ مگه ما شاهان داریم در ایران که شاهنشاه داشته باشیم؟ نه، ما با پادشاهی مشروطه موافقیم، همون که شما در انگلیس دارید. شما در انگلیس فراموش میکنید که در قرن 17 هم که قرن حق الهی پادشاهانه،
حق الهی پادشاهان. برای اولین بار در همون انگلیس شما یک پادشاه گفت من حق الهی دارم. در فرانسه همون بابا گفت، از همه میگفتن. در 1686 بله 1686 انگلیس پادشاهی مشروطه پیدا کرد، ویلیام اورانج و ملکه آن. پس در یک قرن 50 سال، در طول 50 سال پادشاهی مستبد نه، مطلقه نه، حق با حق الهی شد پادشاهی مشروطه. می شود در ایران، ولی آقای همانچو تو بهتر من میدونید، خیلی بهتر از من میدونید که مسئله پروسه پادشاهی مشروطه در بریتانیا در هر جای دیگه یک پروسه بسیار طولانی در ایران هم کرد. ما داریم راجع به فردا ایران صحبت میکنیم. ما ایران و این و به علاوه من به شما میگم که مردم ایران یک بار در انقلاب و یک بار در رفراندومی که دارن، من همه اشکالات رو رفراندوم داشت، ولی یک روشن بود شما نظام شاهنشاهی میخواد 98% گفت. چرا شما بار دوباره فکر میکنید؟ این مال 30 سال پیش بود. معلوم نیست امروز یا دو سال دیگه اگر از مردم بپرسید چه بگن، اینو هیچ کس نمیدونه، مگر اینکه شما بگید آقا یه دفعه گفتن تموم شد رفت، اون که معنی نداره، مردم میتونن هر روز نظرشون عوض کنن. نه، ایران در 100 ساله گذشته به اندازه 300 سال اروپا تجربه کرده، برای اینکه الان سیر رویدادها سریع‌تر، اون وقت یه خبر از این ور به اون ور یک کشور یه ما طول می‌کشید، الان 2 ثانیه طول می‌کشه، کمتر. این است که ما تجربه کردیم، ما دیدیم نظام شاهنشاهی چیه، جمهوری اسلامی چیه، چپ چیه، راست چیه، همه اینا رو دیدیم. اگر ما هم نمیگیم که حتما باید این بشه، گفتیم مردم اگه خواستن ما اینو پیشنهاد میکنیم، ما حق داریم، شما حق دارید بگید جمهوری، فرق نمیکنه. یا شما نظامتون نظام دموکراتیکه، ما پادشاهیتون هم دموکراتیک، یا نظام دیکتاتوری، جمهوریتون هم میشه سوریه، مثل جمهوری آذربایجان، چه فرق میکنه؟ اسمش جمهوری، پادشاهی هم بدتره. این است که با اسم، از اسم وحشت نکنید. ما گفتیم تجربه تاریخی ما رو به آنجا رسانده است که می توانیم یک پادشاهی مشروطه برقرار کنیم، اگر مردم بخواهند. نخواهند، نخواستند، همشون رفت. ولی بسیاری معتقدند که از جمله مخالفان نظام جمهوری اسلامی در ایران و در خارج از ایران که هر نوع تحولی در جهت دموکراتیک شدن جامعه ایران باعث از درون جامعه ایران و با در به احتمال زیاد از درون خود همین نظام اسلامی با اصلاح شدن نظام اسلامی بشه. نظر شما چه داریم؟ نه، در این که همه چیز از درون ایران منتها با یه نفوذهایی از بیرون ده. چون ما در بطری در لوله آزمایشگاه که نیست، اون جامعه هزار نفوذ هست، ولی مسلم است آنچه که در ایران تعیین کننده است تحولات درونی است. و من هیچ اشکالی هم با این ندارم که خود این نظام دچار تحول بشود. به مراتب ترجیح دارد که هر چه زودتر در خود این نظام یه عده‌ای پیدا بشن، بساط برچینند و تا اینکه خونریزی بشود مملکت از بین برد. نه، اونا مسائلی است که ما دربارش دعوایی با هم نمیتونیم داشته باشیم. فقط شما امیدوار باشید که مثلا در خود این نظام یه گده پیدا بشن درست کنن، معلوم نیست. نه، ممکنه که نتوانه، یک نظام هایی نمیتوانه، کره شمالی نمیتواند از درونش چیز اتفاق بیفته، حتی ایران کره شمالی نیست، ولی به هر حال یه نظام هایی هستن که نمیشه کارش کرد، باید فرو بریزه. شوروی فرو ریخت، اصلاح نشد، حالا اینا ممکنه فرو بریزن. واقعا هم وضعی که در ایران به وجود آوردن خیلی احتمال فروریزی بیشتر است تا اصلاح از درون، ولی اونم من نفی نمیکنم. ولی نشانه هایی وجود داره در داخل ایران که این تحول و اصلاحات مقدوره و به هر حال خواست شاید بیشتر مردم ایران هم همین. درسته، ولی منتها اونورم خب مقاومت ها زیاده. نه، در این شک نیست که مردم این راه حل ترجیح میدن، من هم در ایران بودم این راه حل ترجیح میدادم و هستن نیروهای خیلی مؤثری هم هستن که دنبال، ولی اون طرف هم خب میدونیم که چه قدرت های متمرکز شدن برای اینکه وضع موجود و منافع خودشون نگه دارن و این تنش هزار اتفاق ممکن است بیفتد، معلوم نیست واقعا چیه. اما من هیچ کدوم از این احتمالات رو نفی نمی کنم، همش به سود ایران است. خیلی متشکرم.